البته قاطره مثل این که بعدها جان به جان آفرین بعدم میمد جدای ویوی ما رو گرفته بود تو بالکنی میمدیم این کسافت اونجا وایسه. حالا درود به هر چی قاطره، بوده یه موشون میارزه به این آخوندهای بیشرف، ولی همون سر ساعت مشخص این آنتن بلند میشد و ما هم این شده بود ویومون، یه همچین با ساچمه گذاشتم اونجا اتا گذاشتم آخونده بیدونش بی خدا شاهده، خدا شاهده فردا با سر و کله باند پیچی شده هی همین ور و ور و ژاندارمری دو سه روز میمد میگشت، ما پرده ها دیگه کشیده ساچمه ایدم پشت ماشین چیز داشتم من اون موقع، یه دون از همین چی بود این ماشین کوچولو ها چیه اینجا مینی ماینر میگفتن، یه مینی ماینر سبز کوچیک داشتم اینو عقب اونجا دادیم و برگردون نیمشه یه موقع نیاز سراغ بود. خلاصه شیطون بودیم ما، خلاصه کمکمون هنوز رو 11800 زدیم این ماه میریم استراحت، دو سه ماه میریم استراحت. خب حضورتون عرض کنم که 100 تا اسب داره خامنه‌ای، ارزش کل اونها یه چیزی نزدیک به 40 میلیون دلار برآورده شده. باورت میشه الکس 40 میلیون دلار خامنه‌ای اسب داره؟ یعنی تمام هیکل این بیبدر و مادر رو شما بیاری در سواب میت بذاری در هر کشور خارجی متمدن یه دل 99 سن نمیخرنش. گرانترین آنها 7 میلیون دلار است و نام آن زلجنان است. زلجنان بی پدر و مادر، این اسم آقه لاغل اسمشه میذاشتی ریحانه دردانه زلجنان. اسم مشتبه سهن نام داره. ای مشتبه چقدر دوست دارم با تو من بعد از سهن نگونی یه دو سه ساعتی با هم اونجا اون زیر زمینی یه سری مشه ساعتی با هم داشته باشیم. نمیدونم چرا احساس میکنم این اتفاق ممکنه بیافته اینجا هم نباشه تو اون دنیا، بیخیر تو میگی. برای اسب‌ها دو تا استبل وجود داره که هر کدوم دارای 70 اسبه، یکی در لواسان به مساحت 3000 متره که دارای 30 اسبه و از این گونه مسائل. خامنه‌ای گاهی با راشد یزدی آخوندی که جوک‌های رکیک میگه خلوت میکنه. این کار برای خامنه ای اسباب خنده میشه، کاری که کریم شیره ای برای ناصر نیشا انجام میداده و هم از طریق شنیدن جوکای وکی که نوعی تخلیه روانی جامعه است نبض جامعه رو میگیره، در این خلوتکا محمدی گلپایگانی و وحید حقانیان هم حضور میابند. اونا هم دوست دارن فوش بشنفن و چوکای فوش و اینگونه مسائل، بعد در همین فضایی که گلپایگانی و وحید حقانیان و این یارو بی پدر و مادر کی بود اسمش کریم شیره ای بود نه راشد یزدی و خامنه ای وقتی خلوت میکنن و بساط دریاک و شوخی و بگو و بخند و یه عرق سگی خیلی البته جنس بالام میزنن و این صحبت رو میگن و میخندن، من شنیدم که اونجا دیگه رخت و لباساشون هم در میارن و یه مقداری دیگه لخت میشینن و هم میگن و میخندن دیگه. آره آره اینا مفعولن همشون بی پدر و مادر. حالا البته مهدی هاشمی فکر نمیکرد یه روزی نسنا تو دست من بیفته و به اینطوری تفسیرش بکنم، چون هم این کرخه رو دارم میزنم هم بابای طول سگشو دارم میزنم که طول سگش اینا رو بخش کرده. حالا گاهی جنتی هم دعوت میشه. حالا شما این جنتی رو دیدین مثل اساس بی پدر و مادر، اونم میاد میشینه و بعدم میگن که گاهی جنتی رو هم دعوت میکنن که معمولا جنتی توسط راشد دست میافتد، دست میندازنش، دست انداخته میشه. مجتبی از خلوتهای خامنه ای با این گونه آدم ها متنفره، چرا که خودش رو در اونجا چرا چون خودش در آنجا نفوذ ندارد. خب نمیخواد بابا بدونه بچهش که بابا اینا با هم از بچگی بزرگ شدن، اینا از بچگی هم با هم بزرگ شدن، لطف و دست به هم میدن، با هم بازی میکنن، درسته 90 سالشونه اما هنوز همون حالات بی پدر و مادر 13-14 سالگی رو دارن. مشتبه بخواد متنفره چون راش نمیدن. خب تو هم برای خودت یه همچین بساطی جایی دیگه داری بی پدر و مادر با هم سن و سالهای خودت، چرا به پدر حسودی میکنی؟ بله
پوستتون رو من میکنم. غیر از مطالعه پرونده ها و مطبوعات، خامنه ای کمتر وقتی برای مطالعه کتاب دارد و از زمان ریاست جمهوریش بارها به اینان گفته است که بدی پست ریاست جمهوری اینه که فرصت مطالعه را از شخص مسئول میگیره، چون دائما باید تیر خلاص بزنن و دائما باید اعدام بکنن و دائما دستور شکنجه و دستور مثلا برین زن و شوهر رو با کارت تیکه تیکه کنین و گزارشش رو بدین، اصلا وقت پره. خلاصه فرصت مطالعه از شخص رئیس جمهور، شخص مسئول گرفته میشه، اما هر از چندگاهی به مطالعه کتابهایی که درباره رؤسای جمهور و رهبران دنیا منتشر میشه میپردازه. بیش از همه به زندگی دوران قاجار علاقه داره، خاک بر سرت کنن، و به ویژه به ناصرالدین شاه خیلی علاقمنده و تمام کتابهایی که در مورد او منتشر شده خونده، همینطور تمام کتابهایی رو که در مورد پادشاه بزرگ ایران و خاندان او منتشر شده اینها رو هم با دقت مطالعه کرد. کلکسیون پیپ سید علی گدای افیونی رو براتونه. خامنه ای ابتدا دودی بود، سیگاری بود. در همان اوایل ریاست جمهوری به دلیل پرستیژ مورد نیاز یک رئیس جمهور سیگار را ترک کرد. چقدر اینا پرستیژ سرشون میشه، بی پدر و مادرهای حرومزاده. سیگار را ترک کرد و حتما بلا فاصله اینا یه چیز کوچیک رو ترک میکنن، یه چیز بزرگتر رو جایگزینش میکنن. لابد به تریاک مزبوک از دست میگن از 11 سالگی میکشته. اما اون نمیخواست عکس او در حال سیگار کشیدن منتشر شود، در آن زمان که هنوز با موسوی نخست وزیر بسیار روابط نزدیکی داشت، از همون زمان دو نفری تصمیم به ترک سیگار گرفتن. پس اینجا نشون میده خامنه ای و موسوی هم خلوت میکردن و هم تنها بودن، سونا میرفتن، همه خصوصی میرفتن، با همش قهال میکردن. خیلی دو نفر با هم تصمیم میگیرن سیگار رو کنار بذارن. ای بی پدر و مادر ها. آره مهدی فکر میکرد این گزارش رو سکوی طوری بخونه که اون بابای پفیوزت هم بشینه بگه که وای چه ما بدبختیم، اینا همه حواستون رو جمع کن، بقیهش هم بفرست بیام. نه به وسیله اون تخم سگ مخمل باف، گفتم بیار یه سری جنس بفرست اینجا، من پدرتون رو دارم پوستتون رو بکرم. اگر خوب باشه، قوی باشه، به سرنگونی زودتر کمک بکنه، ارفاق میکنیم به پدر پسرت، اون فائزه ایکویلیتون و بقاهرتون و همتون و بزرگ کوچیکتون. ارفاق اینی که تو اون پاتیله پاتیل بود چی بود، اون تو نمیفتید. پس از آنکه موسوی و خامنه‌ای که بسیار با هم نزدیک بودند و نزدیکی آنها گاهی تردید انگیز میشد در بین اطرافیان، دو نفری تصمیم به ترک سیگار گرفتند و پس از آن هیچگاه هیچ کدام لب به سیگار نزدند. به این میگن رفاقت، به این میگن رفاقت. به این میگن با هم تصمیم گرفتن رفتن، میگن یک ماه رفتن توی یه اتاق خودشون رو حبس کردن، سیگار رو ترک کردن. حالا و پس از آن هیچگاه هیچ کدام لب به سیگار نزدن، اما پیپ را از همان زمان حفظ کردن و یک بار عکس او در حالی که پیپی به لب داشت، خامنه ای رو میگه، منتشر شد و برای او توتون خاص سپیپ تهیه میشه و در کلکسیون پیپ سید علی گدای مفعول دوزاری آخوند الاغ سوار گذشته و امروز 4-5 تا جت و تشکیلات و 7-8 تا هلیکوپتر و 40-50-70 تا اسب و خاویار و اندازه فندق و یک آدم تیکه پاره بی پدر و مادر حرومزاده رفسنجانی هزار بار از اون پفیوستر و بیشرفتر، اون موسوی از هر دوی اینها نجاستتر و آدم کشتر، همه تونه میزنم. شماها همه تون باید برین یک جا پکیج، کلش باید سوخته بشه. حواست دست سازگارا چی میگم؟ این تلویزیون ها رو شما مردم بخواین بسته شه،
لیاقت اونهایی که این تلویزیون رو حمایت نکنند، شهرام همایون و شجرن یا اون یارو مرتی که تاپاله مگابایتی و یا اونایی که جیغ میزنن و بعد بشه تلویزیون های تونی که رو هوا رو بالانس زدن نگاه کرد. حالا توتون خاص پیپ برای او توتون خاص پیپ تهیه میشه و در کلکسیون پیپ او تا کنون پیپ جمع آوری شده است. تمام شایعات مربوط به کشیدن تریاک در مورد او صحت ندارد. اینو هر کی نوشته نجاست زیادی خورده.